چند مورد از عبارات زیر در رابطه با قده دارای دو بخش درون ریز و برون ریز که در زیر مده و موازی با آن قرار دارد همه اینا رو گفته که به ما بیاد بگه چند مورد از موارد زیر در ارتباط با پانکراس درسته خب هر ماده ترشح شده از آن در تنظیم میزان قند خون خب دقت کنید توی تنظیم میزان قند خون یه دونه انسولین نقش داره یه دونه گلوکاگون نقش داره یعنی همه هورمون ها توی تنظیم همه ترشحات پانکراس توی تنظیم میزان قندخون خون نقشی ندارن چرا ندارن بخش برونریزی ریزی داره که خب آنزیم ها رو میزه به دوازده اصلا با قند خون کاری نداره این جمله جمله غلطیه اندام های هدف و های آن تحت تاثیر هرمون های تیرویدی نیز قرار دارند چون هرمون های تیرویدی تیسه و تیچار روی همه سلول های دارند دارن پس خب طبیعیه که اندام های هدف این سلول, های هدف این هرمون ها هم در واقع تحت تاثیر هرمون های تیرویدی قرار بگیرن جمله به درسته یاخته ترشو کننده هرمون این قدرت خب در واقع داره جزایر لانگرهانس رو میگه که توی پانکراس و های این قده رو ترشون میکنه اگر به کتاب دقت کنید میبینید که این یاختها ترک ای هست خیلی هم چون از جنس پوششه خیلی هم به هم چسبیدن و فضایی به نیاخته یه اندکی هم دارن شیلی کتاب رو خوب نگاه کنید خوب نکاتش رو به خاطر بسپارید از بین ترشوهات این قده بدن خب در واقع چه ترشحات درون ریز و چه ترشحات برون ریز تنها هورمون گلوکاگون میتواند سبب تزیه شود اگر بیایید آنزیم تزیه کننده گلوکاگون که ببخشید از میخوام گلیکوژن که توسط پانکراس ترشح میشه و ریخته میشه به فضای لوله گوارش رو در نظر بگیریم پس از بین ترشحات این قدرت تنها هورمون گلوکاگون این توانایی رو نداره یعنی هم هورمون گلوکاگون میتونه هم آنزیمی که از بخش برونریز ریز ترشح شده میتونه خب این هم غلط شد تعداد درست ها رو از ما خواسته دو تا درست داشتیم جوابم میشه گزینه دوم